Man, I don't do Facebook, but I do Facebook Live hosting. آره رو فیسبوک لایف هستیم، روی یوتیوب هم داریم میریم لایف. فکر کنم روی یوتیوب هم الان لایف باشیم. اگه روی یوتیوب ما رو داریم میبینیم، رامین میبینم روی یوتیوب هست، داره میگه سلام. فکر کنم هستیم دیگه، همه چی فکر کنم خوبه. آره درود بر همگی، من شاهین محمدی هستم به همراه آرمین نوابی عزیز. این برنامه جمهوری بی خدایان در خدمت شما هستیم. امروز مهمون عزیزی داریم که خانم فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، که خب معرف حضورتون هستم. سهیل عربی بیش از 7 ساله که در زندانه و به خاطر جرمی که بهشون دادن، در واقع به خاطر حکمی که بهشون دادن، به خاطر اهانت به مقدسات، در واقع همچنان در زندان هستن. و خب الان می‌خواستیم از خانم فرنگیس مظلوم درباره وضعیت سهیل بپرسیم. در واقع الان خانم مظلوم، می‌خواستم بپرسم وضعیت زندان تهران بزرگ الان به چه شکلی هست؟ می‌تونید برای ما توضیح بدید؟ من درود میفرستم به همه گیتون و تشکر میکنم از دعوتتون. وضعیت تهران بزرگ همطور که همگی مستحضر هستیم، اولش که این کرونا نبود وحشتناک بود، الان که دیگه اصلا غیر قابل توصیفه و وضعیت بهداشتیشون واقعا زیر صفره. سهیل اصلا حال خوبی نداره، نهای حرف زدن نداره، چون تقریبا 4-5 روز پیش که اعتصابش شکوند و اعلام کرد، معده‌اش چسبندگی پیدا کرده بود و دکتر بهشون گفته مجبور شدن بردن درمانگاه مرکزی خود تهران بزرگ، یعنی تهران بزرگ بیرون نیاوردنش، و بهش گفتن که تا 1 هفته بعد سرم بزنی تا به اصطلاح کم کم بدنت عادت کنه، بعد از 1 هفته شاید بتونی مثلا کم کم غذا بخوری. و حال خوشی نداره، هر بارم زنگ زنه خیلی کوتاه و مختصر، به مدت 1 دقیقه مثلا، همینقدر که به فرض ما از نگرانی مثلا در بیام. و وضعش اصلا خوب نیست. بیماریاشون هم که بیماریایی که سهیل داره که خودتون میدونین چیه، بله، مبتلا هستن به بیماری ترومای بلانت در واقع، هیدروسل هم که اضافه شد که آب آوردگی اون موضعی که ضربه خورده بیزشون، و الان هم که دیگه درد معده و مشکلات بعد از اعتصاب که دیگه همگی میدونن، چون اکثریت اعتصاب غذا کردن و میدونن چقدر بدن یه شخص ضعیف میشه، و الان هم که مستعدن همگی اون بچه های توی زندان فرق نمی کنه که سیاسی اون بچه های خود میشه، بچه های غیر سیاسی و جرمای مختلف، همگی تحت خطر شدیدی هستن و تمام خانواده ها به شدت الان همه وحشت زده ایم، نگرانیم برای بچه هامون، چون میدونیم قبل از این جریانات مثلا یکیشون گرفته بود این اعتصاب، این مشکوک شده بودن به کرونا، فرستاده بودنش توی بندی که قبلا اون خدا بیامرز شیر محمد علی که پارسال کشته شد، اون بند خدا اونجا بود، فرستاده بودن اونجا بدون هیچ مراقبتی. این در حقیقت قرنطینه شون اینه که میفرستن توی یه بندی که تو سلولی که به اصطلاح انفرادیه و هیچ گونه امکاناتی نداره، در حقیقت یعنی میذارن که همونجا دور از جونشون بمیرن، به حال خودشون بمونن بمیرن. بیرون با این همه به هر حال باز یه داروی گیر میاد، یه دستگاه اکسیژنی چیزی هست، مردم دارن دسته دسته از بین میرن. وای به حال بچه هایی که زندان هم بدون کوچکترین امکاناتی، یه ماسکی، یه دستکش که دیگه اولین وسایل ابتدایی بهداشته، این بچه ها کلن ازش محروم هست. حتی توقفش جیره به اصطلاح مایه دستشویشون تمام شده بود، خودشون باید تهیه میکردن و به قیمت گزاف، از مواد ضد عفونی که اصلا دیگه صحبتشو نکنید که اصلا نیست. وقتی ما بیرون گیر نمیاریم، اونا که دیگه وحشتناکه وضعشون. برخورد مسئولین با وضعیت سهیل چطور بوده خانم مظلوم؟ با وضعیت بیماری سهیل آیا از نظر درمانی اصلا بهشون کمک کردن؟ تا حالا کاری کردن براش؟ کاری شده تا حالا درباره بیماریش هم اگه میشه یه ذره بیشتر بگیم برای کسایی که نمیدونن، اگه میشه اونم بگیم. بله چشم حتما میگم. ببینین پارسال که اردیبهشت ماه بود، سهیل بر اثر ضربه‌ای که به بیضه‌اش خورد، بیضه چپش، به شدت صدمه دید که ترومای بلانت یا همون له شدگی اون عضوه که له شدگی بیضه چپش بود،
بعد پارسال اینو یک بار بردم بیمارستان فیروز آبادی، به اصطلاح آخر شب بود برده بودنش، بستری نشد تا صبح بود اونجا و بستری نشد، گفتن تخت خالی نداریم. یعنی در حقیقت چون بدهکار بودن بیشتر بیمارستان های زندانی ها رو قبول نمی کنن و برش گردوندن، حتی میشد عملش کنن و این مشکل پیش نیاد که متاسفانه این کار نکردن، برگردوندن بیمار زندان و این بیماری هی به شدت رفته 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 بدتر شد، دردش به پاش میزد و شدیداً عذابش میداد. تا همین یک ماه پیش تو بهمن ما که سویلو بردن اوضاعش خیلی خراب شد که درد میکشید، مدام میگفت درد دارم، پا مثلا سر میشه، یه خورده که وای میستاد تلفنی صحبت کنه سریع کوتاه و مختصر حرف میزد و میرفت، میگفت ماما خیلی پام درد میکنه نمیتونم وایسم، درد میزنه تو بیزم، بعد خب ضربه به زانوشم خورده با باتون تو سرش خورده، اینا همه مزیده بعد علت میشه. و وضعیت بهداشتی اونجا هم که خیر، مسئولین زندان اصلا براشون مهم نیست که سهیل یا امثال سهیل چه مشکلاتی دارن، در حقیقت میتونم به جرئت بگم از خداشونه که به اصطلاح بچه ها دور از اون بمیرن. خب حالا که بهونه هم که دستشون افتاده، این ضربه هایی که خورده رفت بیمارستان ضربه هایی بود که خود نگهبانان خود زندان زد، این هم برای اینکه بعضی ممکنه ندونن اینا رو اگه میشه بگی. بله، توی قرارگاه سپاه دوباره سهیل این بلا به سرش اومد که یکی از این افراد سپاهی با پوتین زدن تو بیزش و زانوش هم که مال سالها قبل بود که با همون اوایل زندانش بود که باتون خورده بودن و یه دونش هم تو زانوش خورده، تو سرش خورده که باعث شده که چشم شکم انحراف پیدا کنه، با عینک به زور میتونه ببینه، برای مطالعه اینا عذاب میکشه و دو سه سال پیش برده بودنش که بیمارستان فارابی دیگه. من از اون به بعد نتونست، اجازه ندادن که این بچه بره بیمارستان مثلا، یا گفتم حتی هزینه‌ش هم خودمون میدیم که لااقل براش یه شماره عینکی بدن، حتی یه دکتر هم نبود نمیبردنش بیمارستان که به اصطلاح چشمش رو یه نمره عینکی بدن، چون چشمش هم مشکل پیدا کرده، انحراف پیدا کرده. بله، به لطف آقایون سپاهی تو ضرباتی که خورده داره خب یکی یکی خودش رو نشون میده، ولی این آخری که بیزش باشه خیلی دردناکتر و خطرناکتر و باید طبق سونوگرافی که ما تونستیم از بیمارستان تونستم بگیرم، فقط یه سونوگرافی گرفتن برش کردونم بلافاصله زندان، چون رئیس بیمارستان امام خمینیشون گفته بود که شما چون بدهی دارین سازمان زندان ها اول بیان بدهیشون رو به بیمارستان بدن بعد بیارن زندانی اینجا برای ما به حساب بستری بخوام بکنم، ما انجام نمیدیم چون بدهکارن. این وضعیتشونه و سهیل اعتصاب قضا کرده بود هم مظلوم، بله، بعد به خاطر درخواستی که ازش کرده بودن اعتصاب قضاشو شکست. چه وعده هایی دادن به سهیل؟ آیا وعده هاشون عملی کردن تا الان؟ والا در حقیقت وعده هایی که داده بودن گفته بودن ما خودمون براتون هم سهیل و هم 40 نفر دیگه از بچه های آبانی و یک شدم آقای حبیبی که از بچه های زندانی سیاسی معلمه خودتون میشنسیم اینا هم هستن با یه عده مثل سهیل، گفتن که ما خودمون از خودمونی که شما از اینجا بریم، ما هیچ امکاناتی برای شما نداریم که بخوایم مریض بشین یا هرچی، ما هیچ امکانی برای شما نداریم، ما هم از خودمونی که شما برین خونه درد سر ما کمتر بشه. طبق حرفی که خودشون زده بودن گفتن ما تقاضا داریم و گفت نامه ها هم به ما نشون دادن، گفتن که ما تقاضا دادیم که زندان به مسئولین زندان به قوه قضاییه که با مرخصی شما موافقت کنند، چون تو این وضعیت که ما نمیتونیم شما نگه داریم، برین خونه به حساب برین خونه هاتون تا وضعیت کرونا مشخص بشه، حالا دیگه هرچی که بعدها دستور بدن. فعلا این وعده رو دادن که سهیل بهشون گفته اگر تا 15 هم وعدتون رو انجام ندین، چون گفته بودن تا 15 هم میفرستیم برای عمل جراحی، که من مطمئنم این کارو نمیکنن. حالا چند سال نمیکنن، چون بهتون گفتم خدمتتون که اینا بدهی دارن، حتی برای پارسال میخواستم ببرنش بیمارستان مطهری، به ما گفتن اول به اصطلاح کاراشو کردن که ببرنش، اقدام میخواستم بکنم، بعد گفتن خانوادت باید این پولو بده، 60 میلیون پول عملش بود، برش گردوندن و عملی نکردن، در حالی که خودشون این بلا رو سر بچه آوردن. میگن پول عمل جراحیت هم باید خودت بدی، که سویل اولا که قبول نکرد، بعدش هم من که همچی پولی رو ندارم، ولی گفتم به هر حال هر جوری باشه به هر حال
جفت و جورش کنه. گفت مامان حتی اگه داشته باشی من اجازه نمیدم شما همچی کاری رو بکنی، که به اصطلاح با کمک خانواده و دوستان مثلا این پول رو جور کنم. گفت اصلا من اجازه همچی کاری اصلا نمیرم عمل کنم، اینا زدن خودشون باید بدن، برای چی من با 60 میلیون مثلا به شما خانواده فشار بیارم که بگن 60 میلیون تومان بدن برای عملی که خودشون انجام دادن، بلایی که خودشون. چرا اذیتش میکنن اینجوری؟ چرا؟ یعنی دلیل اذیت ها چیه به نظر شما؟ سهیل اولا به خاطر قلم تیزش، زبونش، حریف زبون این نمیشن، و اینکه عملا و علنا اعلام کرد که من یک آنارشیست و یک آتئیستم و شجاعانه اینو اعلام کرد که من مرام و مسلکم چیه، طرفدار چی هستم. این بیشتر اینا رو اذیت میکنه به خاطر که کسی کمتر کسی، حالا نه پسر خودم باشه، کمتر کسی اعتراف میکنه یا مثلا اینقدر شجاعانه اعلام میکنه که من یه آتئیستم. و سهیل بارها و بارها و بارها تو بیانیهاش، تو صحبتاش اینو اعلام کرده، گفته من افتخار میکنم و اعلام میکنم که من یه آتئیستم. خب این عقیدهشه، دوست داره، این چیزی که تو ذهن این بچه است، اعتقاد داره. چرا مثلا باید به خاطر همچین موضوعی بچه من عذاب بکشه؟ هر کسی تو هر جای دنیا میتونه، هر حالا دین باشه، مرام باشه، هر چی که دوست داره، کلا هر عقیده‌ای که داشته باشه برای همه محترمه و به کسی ربطی نداره که شما چه فرقه‌ای رو دوست داری، دوست داری اصلا چی کار کنی. این بچه این هفت سال بله. تو این 7 سال تا حالا سهیل اصلا به مرخصی اومده تو این مدتی که تو زندان بوده؟ اصلا و ابدا یک ثانیه سهیل تا حالا مرخصی نیومده، نه اجازهشو میدن نه اومده. یعنی کلن این 6 سال خورده‌ای رو سهیل ثانیه از زندان خارج نشده اصلا، ای شما باش موافقت نمی کنن. چرا الان مرخصی نمیدن؟ اگه در سر انقدر براشون داره، انقدر دوست ندارن این زندان باشه، خب چرا مرخصی بهش نمیدن؟ خب ببینین این عقیده منه و به اصطلاح شواهد اینو ثابت میکنه به ما. خب اینا نمیخوان، میدونن اگر بخوان دست سهیل بزنن یا امثال سهیل که خدای نکرده اصلا بکشنش یا از بین ببرنش، میخوان بگن که خب الان هم این بهونه دستشون افتاد. میخوان مثلا یه جوری باشه که این خود به خود از بین بره. برای همین مثلا با همه چیزایی که لااقل یه کوچکتری روزنه امیدی برای این بچه باشه، حالا چه شکنجه سفید به قول خود بچه ها که مرخصی ندادن که اینا جزوش میشه، چه تنها کردنش، بیشتر تو فشار قرار دادنش، سهیل رو عذاب بدن. و شما چه فقط... مدت پس ندیدین سهیل رو؟ بذارین اگه میشه بذارین جواباشون تموم بشه تا سال بعدی رو بپرسیم، ولی خب بفرمه. چه مدت سهیل رو ندیدم؟ الان نزدیک به 1 ماه خود، حدودا چند وقته که این اتفاق افتاده؟ حدودا 1 ماه و نیم 2 ماهی میشه. بله چون قبلش من قبل از اینکه به اصطلاح قرنطینه زندان به اصطلاح انجام بشه و کرونا اعلام بشه، از من خواهش کرد مامان اگه میشه خواهش کنم نیا ملاقات، من عذاب میکشم. چون ما رو با یه اتوبوس از به اصطلاح سمت زندان، خب بخوایم بریم تا محل ملاقات با ماشین میارن دیگه، فاصلهش دوره با محل ملاقات. بعد گفت توی اتوبوس هممونو دور از این مثل حیوان انگار کیسه میریزنمون رو هم، بعد تو همون فاصله 5 دقیقه تا از سلول بند به اصطلاح بخوایم بیایم تا محل ملاقات، از همون هم این معتاد سو استفاده میکنم، میشینم به مواد کشیدن. گفت یعنی قشن خفه میشم، حالم بد میشه. بعد چون فشارم شدید به بیزش، خیلی عوض میخوام به بیزش فشار میومد و همه رو هم رو هم میرفتن، خواهش کرد به من گفت مامان اگه ناراحت نمیشی نه یه ملاقاتم اینجا اومدن، چون واقعا هم اصلا محیط زندان واقعا وحشتناکه. بعد گفتم خب من دلم برای تنگ میشه، ولی راضی نیستم تو بخوای عذاب بکشی به خاطر اصلا یه روب که من بخوام تو رو ببینم، هر چی که تو بگی مامان من همون کارو میکنم. علی رغم میلم میگفتش که نه یا دوست دارم ببینمت ولی نمیتونم مامان، اینجا مثل ایوین بازی یه کمی بهتره، ماشیناشون رو مثلا به هر حال رفت آمدشون بهتره، بردن حمل و نقل بچه‌ها به از سلول به اصطلاح محل مال. نگران و دلتنگ میشم، ببخشید من عذر میخوام. نه خواهش خیلی نگرانشم،
نگران همه بچه هم. برای ما فرق نمی کنه. ولی خب حق بدیم، منم یه مادرم. حالا تمام مادرها رو درک می کنم، چه محکومین عادی چه بچه هایی مثل خودمون. برای اینا بچه های ما. فقط کسی رو به خاطر عقیدهش اینجور زج کش نمی کنن. مخصوصا سهیل و امثال سهیل که شدیدن تحت فشاره. خیلی عذر میخوام، سوالتون رو بفهمید. خواهش میکنم. سهیل محکومیتش تموم شده فکر میکنم، 7 سال بوده یا 7 سال و نیم. 7 سال و نیم بله. مجددن بهش حکم دادن خانم مظلوم یا؟ بله بله دادن. و علیرغم اینکه سهیل 1/3 حبسش رو کشیده و باید شامل، یعنی باید امسال که شما فکر کنید که برای آزادی این بچه باشه، سهیل من شاملش میشد، ولی متاسفانه اومدن دوباره بدتر از بقیه مثل آتنا دائمی و دیگران دوباره همون تکرار جرم براش دادن، دوباره یه اتهامات الکی و مسخره واقعا دوباره به این بچه وارد کردن. حکم کانکشنشون ببخشید، کانکشنتون یه ذره قطع شد، حالا دوباره برگشتیم. بله بله بله، تلفنم زنگ خورد، معذرت میخوام. و بله عرض کردم خدمتتون که هر بار این بچه اومد مثلا یه روزنه براش باشه، سریع اونو بستنش و براش دوباره حکمای سنگین گذاشتن و مانع آزادی شدن، چه مرخصی چه آزادی، چه آزادی مشروط چه طرح ادغام، هر چی که شما فکر کنیم به یه زندانی میخوره که حق طبیعیشه، سهیل من محروم بوده متاسفانه. ببخشید شما گفتین که یعنی بر اساس حرفایی که زدین به نظرم منظورتون این بود، اگه بگین درسته یا نه، اینا نمیتونن مستقیم ادامش کنن برای اینکه خیلی توجه میگیره اگه ادامش کنن، ولی میخوان آروم آروم یه جوری یه کاری کنن که خودش بکشنش، یعنی با وضعیت بد تو زندان میخوان بکشنش که خودشون جوابگوی بله و پافشاری میکنم روی این عقیدم، چون به عینه دارم میبینم، یعنی تمام شواهد داره اینو ثابت میکنه. خودتونم اگه به قول مرفت دو تا چهار تا کنیم میبینین که حرف من واقعیت داره. خب اگر اذیتتون میکنه، اگه باعث عذابتونه، بفرستینش بیاد. مال بعد به قول قدیمی ریش بیخ ریشه صاحبش، بفرستینش بیاد خونه. اگر نه پس چرا نگهش میدارن؟ چه سودی برای شما داره این عذاب دادن؟ بابا من خودم 2-3 سال پیش که رفته بودم پیش دادیارش توی دادگاه فرهنگ و رسانه 15 خرداد رفتم اونجا، گفتم خب اذیتتون میکنه، شما خب خودتونم انسانین، جوونین، شما میتونی خودت یک هفته تو همین اتاقی که هست زندگی کنی، هیچ جام نه، نه زندان نه جایی، همینجا که هستی بگن هم مثل همین الان که الان قرنطینه شده همه دارن دیوونه میشن، الان به ما گفت، به همه دنیا گفتن که قرنطینه است، خونه هاتون نیام بیرون. ببینین که بعضی دوباره بازم علارغم که این هم اخطار میدن بازم به خونه میام بیرون. حالا ما که خب به هر حال مجبوریم گاهی وقتی به خاطر خورد و خوراک و کارهایی که داریم بیایم بیرون سریع برگردیم. بعد شما فکر کن حتی حق اون کارم از یه آدم سلب کنن، چی غیر از این میتونه باشه؟ و بارها تو حرفاشون توی چیزایی که گفتن من اینو شنیدم، من اینو متوجه شدم که بله میگن حالا که ما نمیتونیم بکشیم، نه حالا الان هم بیان همین حرفو بزنن، کاراشون اینو ثابت میکنه، پس ولت میکنیم تا بمیری، که بارها تو اعتصابات گفتن که برای ما اصلا مهم نیست که تو بمونی یا بمیری، خودت دلت میخواد بمیری. این یعنی چی؟ شما میگین چه سودی براشون داره، نظر شما چیه که چه سودی براشون داره که مثلا بمیره یا کشته بشه؟ خب لااقل از شر این یه همچین کسی، چون میگن تویی که همه رو تحریک میکنی با بیانیه‌هایی که میدی، با صحبت‌هایی که میکنی، خب خیلی سهیل یا امثال سهیل رو دوست دارن، به هر حال حرفاشون براشون به اصطلاح هم آموزنده است، هم دوستش دارن، هم محترمه. حالا نه مثلا من میگم خودش مثلا ببینید حمله بر خودستایی نشه، مثلا میگم سهیل من دیگه خیلی مقام بالایی داره، نه. خب ببین عقیده لااقل من میتونم به جرئت بگم نصف از جوانای ما همین عقایدو دارن،
خیلی هستن که عقاید سهیل با سهیل هم عقیدن یا نمیدونن چیه، که مثلا مثل سهیل که علنا اعلام میکنه من یه آتیستم، نمیدونم مثل خیلی خود منم حتی شاید نمیدونستم و میبینم که ای خب این چیزایی که من بهش اعتقاد دارم این داره حرف دل منو میزنه و میگه تو الان باعث اینی، سهیل باعث اینه که اینا رو گمراه میکنه. از نظر اینا این یعنی گمراهی، آگاهی برای مملکت ما یعنی گمراهی، یعنی خلاف. اگه اعتیاد داشته مواد فروش باشیم، آدم بکشیم، دزدی بکنیم، اختلاس بکنیم، یه تشویقی هم به ما میدن. ولی اگر بخوایم بیایم چیزی که تو مغزمونه، چیزی که تو دلمونه بهش اعتقاد قلبی داریم، این از نظر اینا جرم حساب میشه. آیا سوال پشیمونه که اینا رو گفت؟ یعنی بدونه که مخفی برای اینکه خیلی همونجوری که میگی تو ایران خیلی این عقایده دارن ولی نمیگن، یعنی مخفی نگه میدارن. آیا سوهل پشیمونه که مخفی اینا مخفی نگه نداشت؟ نه اصلا، هر بارم داره اعلام میکنه و با افتخارم میگه، سینه‌شو سپر میکنه میگه، و من واقعا به این کارش افتخار میکنم که مثل بعضیا به قول مسلمان ها تقیه هم حتی نمی کنه. چون می دونین که مثلا اگه خلاف تقیه خودشون همه می دونین معنیش چی میشه. حتی اون کارم نمی کنه، میگه من علنن میگم، چون این چیزی که بهش اعتقاد دارم، اعتقاد قلب منه، حرف منه، مرام من اینه. و نه اصلا هم اظهار پشیمونی، چرا باید اظهار پشیمونی رو کنه؟ من بهش افتخار میکنم که شجاعانه داره میگه، چون چیز بدی نیسته. جوری که من خودم توی بازجویی گفتم، گفتم ببین آقا من داشت از سوی صحبت میکرد که اینجوری، گفتم خب شما اعدام که براش نوشتین، 7 سال از خونه و زندگیش کردینش اینجا، نه زنش ازش گرفتین، بچهش رو نمیتونه ببینه گرفتین، همه چیشو ازش گرفتین، الانم که مادر پیر و علیلش رو برداشتین آوردین اینجا، برای من اصلا مهم نیست. ولی خب این باعث عذاب سهیل میشه، اذیت میشه. و مثلا شما با این کارتون میخواین چیو به دست بیارین؟ چرا؟ نه آخه اینجوری گفته اونجوری. گفتم ببینین آقا از نظر من، به بازجون گفتم، گفتم از نظر من، من یکی که به اصطلاح خب دهه 44، من 44 به دنیا آمدم، گفتم ما اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری یاد گرفتیم که میخواد طرف بهایی باشه، به قول خودشون جهود، هم به یهودی ها میگفتن جهود، مسیحی باشه، گبر باشه، هیچی رو نفرست، اصلا هرچی که تو دلش اعتقادشه به من ربطی نداره، مهم برای من اخلاق و رفتار و منش اون شخصه. شما چی کار دارین که من حالا بهاییم، من خدا رو میپرستم یا نمیپرستم، اصلا مسلمونم غیر مسلمونم، هرچی، حتما باید دینی که شما میگین باشه. شاید از نظر خیلی اصلا این قابل قبول نباشه، چرا شما به خاطر اینکه یکی یه عقیده ای داره که بهش هم معتقده، چرا شما اینجور مردم رو عذاب میدین؟ چی کار داری؟ به شما چه؟ مگه ما قبلا همینجوری زندگی نمیکردیم کنار هم دیگه؟ یهودی بود، مسیحی بود، بهایی بود، همه جور آدمی با هم زندگی میکردیم. کی به کی؟ الان کشورهای دیگه مگه زندگی نمیکنن؟ چه اتفاقی براشون افتاده؟ ولی متاسفانه اینا شدیداً با اینجور کسا و کسی که عقیدهشو محکم و واضح عنوان بکنه و پافشاری کنه روش، شدیداً ازش متنفرن و وحشت دارن. ما خبر داریم خیلی ها هم آزاد کردن، به صورت مرخصی بهشون دادن، خیلی ها رو آزادی بهشون دادن، ولی سهیل رو و یه عده کسایی مثل سهیل رو هنوز نگه داشتن، خاطر همین هست. بله همچنان تو زندان نگهشون داشتن. شما میگید از این ترس دارن، چرا میترسن از یه همچیزی به نظر شما؟ یعنی یه حکومتی که این همه ارتش داره، سپاه داره، دقیقا همین به بچه من تعلق نمیگیره. الان توی زندان ها خانم مظلوم همچنان کسی بوده که به بیماری کرونا مبتلا بشه؟ صداشون قد شد. برگشت. پنگ میخوره، معذرت میخوام. نه خواهش. الان توی زندان ها الان کسی بوده، تو زندان تهران بزرگ کسی بوده که به کرونا مبتلا بشه؟ بله متاسفانه، حالا اسمشون رو اعلام نکردم، ولی چرا حتی توی شبکه های مختلف من تو گروه ها دیدم، تو اینستا دیدم. بله متاسفانه، خود سهیل هم گفت، ولی گفت چون از زندانی عادی بود و بنده بغل ما بود، ما نمیدونیم چیه، ولی میدونیم که مرد. بله چند نفر اونجا مردن. خب میبینید که دیگه الان توی
به اصطلاح خارج از زندان چجوری داره گور و گوری مردم میمیرن، مثل برگای درخت داریم میریزیم پایین و میمیریم. وای به حال اون زندان با اون وضعیت وحشتناکش. الان سهیل رو هم به بند 3 منتقل کردن، درسته؟ بله. تیپ 3 مخصوص زندانی های سیاسی نیست. نه نه عادیه. مخصوص زندانی های عادیه، یعنی در واقع همون جریانی که برای علیرضا شیر محمد علی پیش اومد در واقع. بله. چون علیرضا رو هم به زندان در واقع به تیپ عادی فرستادن به خاطر اینکه اونجا مجرم ها رو نگهداری میکردن. و به همین دلیل کشته شد در واقع. علیرضا شیر محمد علی هم اتهیست بود. نمیدونم اطلاع دارین که قرار بود قبل از علیرضا شیر محمد علی سال قبلش قرار بود سهیل کاندید شده بود برای کشته شدن. چون خود اون طرفایی که الان خب دیگه حالا مردن هرچی و بعد هرچی شده، خود یکیشون که اسمش حمید رضا بود، چون میدونی یکیشون حمید رضا الان فامیلیاشون تو ذهنم نیست و من محمد رضا، بعد خود حمید به من زنگ میزد اون زمانی که سهیل قبل از اینی که بیارنش الان تهران بزرگ، بهتون باشه سال 96 هم سهیل رو بردن زندان تهران بزرگ، یعنی از یک سال خورده اونجا بود. وقتی من رفتم زندان تو تیر ماه 98 سویلو برگردوندن اوین که مجدد الان بهمن بردنش. قبل از اون خود حمیدی که این بچه رو کشتن دو نفره با من تماس بیم گفت، بهش گفته بودن که اگر سویلو بزنی میفرستیمتون زندان گوهردشت، همینطور که وعده داده بودن. و این بچه چون صاحب درست حسابی بنده خدا نداشت، پدرش خب به هر حال نبود، مادرش هم که تصادف کرده بود و علیل بود بدتر از من، و دیدن این کسو کار نداره، ولی سهیل رو چون من سر صداشو بلند کردم و رسانه‌ایش کردم نتونستم به سهیل دست بزنن. سهیل هم تو خطر مرگ بود و الانش هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. هر آن ممکنه یه پولی یه موادی به یه معتاد بدن بگن برو یواشی اینو بزن. کی میخواد بفهمه؟ مگه این همه کشته شد تو زندانا کسی فهمید چه؟ دقیقاً گاهی با مواد و پول فریبشون میدن، گاهی هم بهشون وعده میدن که اگر کسی دیگه رو بکشین حکم اعدام، چون اکثرا به حکم اعدام در واقع اینو محکوم به اعدام، وقتی که حکمشون یه کسی دیگه رو میکشن اینو حکم اعدامشون مدت زمانش طولانی تر میشه در واقع. برای همین خیلی ها رو میان با این کار مجبورشون میکنن که در واقع زندانی های سیاسی رو بهشون آسیب بزنن. خب این وحشتناکه، خیلی وحشت. من برای همین انقدر وحشت دارم و نگران سهیلم. بله خب زندان بودنش خب بود، باز اوین یه کمی از این نظرها یه کمی بهتر بود، خطرش کمتر بود، ولی اینجا واقعا ما مثلا پارسال که من میرفتم زندان واقعا وحشت میکردم وقتی که میرفتیم ملاقاتشون تو ملاقات غیر حضوری، چون اونجا دو بار یا سه بار بیشتر به من غیر به اصطلاح حضوری ندادن، اونم با کلی مکافات، نامه ببر بیار. اوه یه بارم 8 ماه 9 ماه طول کشید تا من تونستم انقدر نامه از به اصطلاح دادیار ناظر بر زندان بردم تا تونستم یه بار دیگه این اواخر قبل از دستگیری خودم سهیل رو ببینم. و انقدر اونجا محیطش وحشت، یعنی واقعا حتی مردم اون برا میدیدین، یعنی سمت زندانی ها رو میدیدین وحشت میکردین که چه آدمایی اونجا هستن، قیافای مخوف و ترسناکی داشتن. خب همه خلافکار بودن، اکثرا به قول اینجا خفگیر بودن، اشرار بودن، کسایی که هزار و یک کار وحشتناک کرده بودن. بعد بچه ای من با اونایی هم سلول بود. من واقعا از این زندان تهران بزرگ وحشت دارم، همه میدونن که جور جاییه متاسفانه. ببخش قبل از این که من ازتون پرسیدم که چرا فکر میکنین که جمهوری اسلامی ایران از سهیل میترسه با اینکه این همه قد شد با اینکه زنگ گفتین با اینکه سپاه داره و ارتش داره و اینا، یک کسی عقایدش رو بگه، چرا فکر میکنین اینا انقدر میترسن؟ خب ببینین اگه من اجازه داشته باشم عقیدم رو بگم، خب علنا دارم به قولی سر بلند میکنم، شورش میکنم که من بگم آقا من با عقیده تو اینی که داری میگی اشتباهه، ما به خاطر همین عقیده شماست که به این بدبختی افتادیم. و اینا از این مسئله واقعا وحشت دارن، از اینی که ما آگاه باشیم ببینیم بفهمیم اینا شدیدا وحشت دارن. یعنی میگن ما تو همون حماقت و جهالت خودمون بمونیم، هرچی شما گفتین من کورکورانه قبول کنم و دنبال راه شما باشم. مثل همین مسئلهش دیگه به قولی این خودش یه شاهده خیلی بزرگه، از اون اولی که کرونا اومد گفتن این مرغدا رو ببندیم.
به اصطلاح اینجا کانون آلودگی، به خاطر چیشون همه جور آدمی داره میاد و میره لمس میکنه. اومدن یه سری رفتن نادون رفتن دوباره در شکوندن رفتن تو. خب که چی؟ آقا اصلا شاید من به اون عقیده نداشته باشم، شما داری منو وادار میکنین که به چیزی که عقیده ندارم عقیده داشته باشم. من عقل دارم، هوش دارم، میفهمم، میبینم. آقا من الان مثلا میگم مثل اون بنده امروز یه مانتوی مشکی میخرم، فردا مثلا سرمهیشو میبینم از سرمهیش خوشم میاد، چون من حالا سرمهی پوشیدم به خاطر که دیگه مشکی رو نمیپوشم بعد منو بگیریم بکنین تو زندان. آقا عقیده آدما با بزرگ شدنشون، با باز شدن فکرشون عوض میشه. وقتی من فکر بکنم، وقتی من کتاب بخونم، شعورم رو ببرم بالاتر، خیلی چیزایی که کورکورانه به من گفتن من دیگه عمل نمیکنم. میام از اون راه جدیدی که پیدا کردم و به هم اثبات شده، حالا به طرق مختلف، همینطور که گفتم خدمتتون، کتاب خوندن، حرف زدن، بحث و گفتگو، دیدن. وقتی من میبینم این برای من هیچ کاری نمیکنه، خب کم کم از اون عقیده زده میشم و برمیگردم به راهی که درسته، از نظر من درسته. اصلا من اشتباه میکنم ولی من این عقیده رو قبول دارم. شاید از نظر اینا اشتباه خوش سهیل آتیسته یا هر چی که هست و هر چی که میگه، ولی این دلیل نمیشه چون من اینو قبول دارم شما قبول نداری. من باید تا آخر عمر به قولی پیرو شما باشم؟ نه، پسر من رشد کرده، اصلا با من فرق میکنه، عقیدش اینه، نمیشه که بکشیش به خاطر عقیدش، اینو قبول داره. و اینا اصلا با اینجور چیزا مخالف هست. باید هر چی که میگه هر چی که من میگم. خب اگه راست میگین چرا خودتون این کار رو، الان کرونا اومده، خب خیلی خب، برای چه همتون رفتین تو جاهای خوب؟ چرا رفتین تو ویلاها؟ چرا رفتین کیش قشت همه جاهای خوب قصد کردین نشستین اونجا؟ بعد به ما میگین برین از به مثلا میگم فلان مرقدی و زیارتگاه برو اونجا توسل کن. خب این همه درد و بدبختی ما از چی اومد؟ از جهالتمونه. اگه شعورمون میرسید بلند نمیشدیم بریم اونجا رو امثال اون آقایی که تو همه کلیپا دیدیم لیست بزنن مرقد رو. بابا مگه اون معجزه میکنه؟ من اعتقاد ندارم، پسر من اعتقاد نداره، باید ما رو بکشین؟ من اعتقاد ندارم. من میگم آدم باید بهداشتش رو رعایت بکنه، دست به کسی نده. الان همه دنیا اینو دارن میگن، مثلا همه ما قبلا به هم میرسیدیم به فرض دست میدادیم، حالا دست نمیدیم، روبوسی نمیکنیم، پس بعد الان بیا منو بکشی چون من دیگه این کارو نمیکنم. یک عمری این کارو میکردم، الان نمیکنم. خب الان دیگه میبینم این کار برای من خطر مرگ داره، خطر ابتلا به این بیماری و مرگ رو داره، خب نمیکنم. اینم مصداق همونه. سهیل من اعتقادش اینه، نمیشه که بکشیش به خاطر اعتقادش. خیلی این اعتقاد دارن و قبول دارن، حتما بهش رسیدن بر اثر مطالعه، بر اثر بینششون، خیلی چیزا که دیگه خودشون بهتر میدونی. شما پیش بینیتون درباره آینده سهیل چیه؟ ببخشید خواهش میکنم، اگه سوالی میکنم که ناراحتتون میکنه بگین که نپرسم. نه نه خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید راحت بشین. یعنی که چی میخواد بشه؟ یعنی فهم کنین آینده مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج سال دیگه وضعیت سهیل چیه؟ والا اگر دووم بیاد از دست اینا که تا حالا که دووم آورده، ولی خب بالاخره هر آدمی یه جایی کم چی میگه، نه از نظر عقیدتی ها، از نظر جسمی، چون این دارن روز به روز ضعیفترش میکنن. ولی من مطمئنم که سهیل تا پای جونش، آخرین قطره خونش پای عقیدش وایستاده. حتی من خودم هم بهش اینو گفتم، گفتم این شاید مثلا خیلی سنگدلانه باشه مامان، ولی میخوام بهت بگم که من تا آخرش باهاتم. اگه خدای نکرده اتفاقی هم برات بیفته، درسته من طاقت از دست دادنتو ندارم، هیچ مادری نداره. گفتم من نمیتونم مثل خانم اکملی باشم که بچهش کشته شد، یا مادر ندا، آقا سلطان، یا ریحان جباری و و و هزاران هزار شهیدی که به قول بیگناه کشته شدن. من طاقت اونا رو ندارم، نمیدونم. ولی من پی اینم به تنم مالیدم، یعنی به قولی من خودم رو آماده اینم کردم که خدایی نکرده مثلا تو رو از دست بدم، ولی جلوتو نمیگیرم. نمیخوام به خاطر دل من بخوای از عقیدت برگردی یا خلاف اون چیزی که میلت رفتار کنی. مامان تو راه تو برو، منم بهت افتخار میکنم، پیرو تو هم. هر اتفاقی که بیفته من هستم. شاید خیلی به شما بگن عجب مادر سنگلی، ولی برای من مهم نیست. من درک میکنم چرا سهیل اعتصاب کرده و جونشو گذاشته وسط،
چون واقعا دیگه هیچ زبونی اینا نمیفهمن به غیر از زبون اعتصاب، زبونی حالیشون نمیشه. بابا چرا آخه؟ مگه مثلا شما چی هستی؟ مگه خودتون انسان نیستی مثل ما؟ درد نمیکشین؟ گرسنگی و تشنگی سرتون نمیشه؟ گرما سرما سرتون نمیشه؟ چرا اینجوری مردم رو عذاب میدین؟ اگه ادعای مسلمانی میکنین که اینقدر میگین دین اسلام دین آخریه و تکمیل و فلان، خب بابا عقاید خودشون رو لاقل اجرا کنین. اگه من هیچی رو قبول ندارم، به همون ایدئولوژی خودم لاقل احترام میذارم، شما هم بذارین. آخه کجای اسلامتون نوشته که باید مردم رو زجر بدین، بکشین، تیکه پاره کنین، کتک بزنین، محرومیت بدین، زنش رو ازش جدا کنین، بچهش رو ازش بگیرین؟ ولی من بذارین جوابشون کامل تمام بشه قبل از اینکه قطع کنیم. ببخشید. خواهش میکنم، من دارم طبق چیزایی که مثلا خود اسلام میگه و اعتقاد ایناست میگم. اگه شما خودتون اعتقاد ندارین، مگه نمیگین باید این کارو بکنین؟ مثل همین الان اگه راست میگین شما، پس اگه کرونا گرفتین دوا درمون نکنین، برین همه به مرقداتون دخیل ببندیم ببینم خوب میشین یا نه. اگه شما خوب شدین، ما هم دنبال روی شما میشیم، ما هم دوا درمون نمی کنیم. الان چرا سهیل پس خوب نمیشه؟ بدون هیچی مگه آدم خوب میشه؟ وقتی شما زدین یه عضوی از حساس‌ترین عضو یه مرد رو ترکوندین، این بلاها رو به سرش آوردین، چی کار کنه؟ حتی اگر عقیده ای هم داشته باشه، اصلا مسلمون هم باشه به قول شما، این حرفایی هم که اعلام کرده نباشه، آخه خب معلومه که دوباره برمیگرده، معلومه که این به این اعتقادی که الان داره محکم وایساده چسبیده بهش، و منم حقو بهش میدم. آخه پس وقتی من میبینم مثل میمونه که من مثلا الان خب من یه مادر یه خانواده‌ام، من اگه کار خلافی بکنم، اشتباهی بکنم، خب بچه‌ها از من الگو میگیرن. وقتی من خودم دارم کار اشتباه میکنم، چطوری انتظار دارم بچه‌های من مثلا سالم از آب در بیان؟ خب اینا هم همینطور. وقتی خودت عمل نمی کنی، چرا به ما میگی ما باید به زور به زور باید عقاید شما رو قبول کنیم؟ این اعتقاد منه. و اینا هم از کسی که اینقدر سرسختی بکنه، مصرانه روی عقیدش وایسه، جون و عمر و جوانی و آزادیش و همه چیز، زن و بچه و مادر و خواهر و پدر، همه رو ندید بگیره و پای عقیدش بمونه، این برای اینا خیلی خطرناکه. این عقیده منه. شاید اینجا یه چیزی من فقط بگم قبل از اینکه ادامه بدیم، توی چت وقتی یه چیزی می‌نویسی پاپ میکنه روی اسکرین برای همه. من فقط خواستم یه موقع یه چیزی ننویسی که خطری برای کسی داشته باشه. خب اگه توی چت سکایپ ننویسی چیزی، بفرمایید. بفرمایید شاید سوال می‌خواستید. چه مدت از زندان سهیل مونده؟ چه مدت از حکم سهیل مونده الان؟ والا دوباره نزدیک 6 7 سال دیگه بعدش بریدن. اوف 6 7 سال الان باید تمام بشه. بله دوباره یه 3 سال یه 2 سال نمیدونم یه 3 سال تبعید به براز جان که سمت بوشهر اونجا بعدش بریدن. یعنی نمیذارن دیگه، همینجور هی داره دوباره میاد. هی الانم باور کنید اگه وقتشو داشتن دوباره کرونا و مثلا این سر و صداها و شورشایی که تو زندان ما داریم میشنویم، باور کنید دوباره یه حکم دیگه برای سوهیل میبریدن. ابایی ندارن از اینکه تون دوتون. یعنی من خودم یه بار بهشون گفتم شما خود من هیچی، من و سوهیل هیچی، خودتونم خسته نمیشین، آخه چرا هی میزنید تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری فلان؟ شما فقط همین یه حکمو دارین، دیگه حکم دیگه ای ندارین که بزنین. چقدر حکم تکراری؟ بگو خانم تو زمان زندانی جرمو تکرار میکنه. خب آخه چه جوری با اینی که عقیدهشو داره بیان میکنه؟ خب یه انسان نمیتونه ساکت بشینه. انسانی که بخواد با مرده چه فرقی میکنه وقتی ابراز عقیده نکنه، وقتی با چیزی مخالفه و عنوانش نکنه؟ شما دارین هی فشار روز به روز بیشتر به این بچه میانه، انتظار دارین خفش دهنشو بمنده صداش هم در نیاد؟ متاسفانه هر روز یه حکم جدید به این بچه میدن. یعنی به هر بهونه ای میخوان سویل اونجا. میگفتم مثل که خیلی سویل جان، یه موقعی به شوخی بهش میگن فکر کنم خیلی دوستت دارن، دلشون نمیاد تو رو از این زندان بفرستن بیرون آزاد چی یا مرخصی بیه، دلشون برات تنگ میشه. این عقیده منه. غیر از حکم زندانی که به سهیل دادن، یه سری کتاب هم بهش دادن، گفتن بخونه 13 تا کتاب باید بخونه در حوزه دین و
مسائل دینی و 2 سال تحقیقات مذهبی و 2 سال ماموریت خروج و، درست میگم؟ بله، مشکلی نیست. ببینین عزیزم، وقتی که کسی یه کتابی رو مطالعه، ضرری نداره خوندنش، اتفاقا این بدتر میشه. شما میدین اون کتاب رو من میخونم، به پوچی اون کتاب بیشتر پی میبرم. سوهیل الان قرآن رو از حفظه، به انگلیسی، به فرانسه قشنگ ترجمهش میکنه، تدریسم میکرد حتی تو زمانه که زندان ابین بود. خب این بدتره. که مثلا من حالا ببینیم، مثلا الان خب ببینیم چجوری براتون توضیح بدم. مثلا میامدم گفتم آره فلان چیزو گفته یا تو قرآن اینجا بده، آیا تو بهش عمل میکنی؟ اصلا ما میگیم خب کاملا درست، شما به این موضوع عمل میکنی؟ من میگم، شما میگیم مثلا مشروب حرامه، خیلی خب قبول. چرا الان آزاد شد؟ چرا الان فهمیدین که من اینو بچه بودم مثلا، خب بالاخره تو این چیزا میشنیدم. بعضیا هستن این عقایده دارن، حتی اگه الکلی مشروب چیزی اگه بود فرششو میرفت، فرششو مینداختن بیرون میشستن، میگفتن نجسه. خب الان ما داریم همه زندگیمونو با الکل ضد عفونی میکنیم، پس اینجوری باشه که دیگه اون تمام زندگی ما نجسه، بعد کلا اینا رو آتیش بزنیم که چرا اون موقع بد بود الان خوبه؟ چرا همه چی مصلحتی درست میشه؟ چیزا دیروز حرام بوده به قول شما حالا حلال شد؟ خب این باعث میشه ببین یه جوون عقیدهش از دست میده. ببخشید وسط حرفتون پریدم. نه، بفرمایید شما هر چی میخواییم بگین. این به اصطلاح چیزیه که من میبینم. من چیزی رو تا نبینم، تا تجربه نکنم قبول نمی کنم. از بچگی من همین جور بودم. الان 55 سالمه، نمیتونی یه چیزی رو به زور توی کله من فرو کنی که به هر حال مال نسل قبلم. بعد شما از بچه ها، از جوونایی که از دهه 60 به بعد میبینید، روز به روز، حالا شاید شما تو ایران نیستین و نمیبینین، ولی خب شنیدین به هر حال فامیلی دارین، دوستی، آشنایی، کسی، بچه هایی که الان دنیا میان به قدری باهوشن، به قدری میفهمن، اندازه یه زن 50 ساله یا یه مردی که خیلی پخته است بیشتر از ما میفهمن. چرا؟ اینا رو دیگه نمیشه گولشون زد. ما رو اگه با یه چیزی گول میزدن، اینا رو به هیچ عنوان شما نمیتونی گول بزنی. قشنگ توضیح میده جانم. نه، شما بفرمایید. من فقط من اینو بپرسم، برای اینکه اگه نپرسم این میره بالا دیگه نمیبینم این سوالو. ببخشید مجبور شدم. شهاب توی لایو چت داره میپرسه که سهیل برای برداشتن حکم اعدامش آیا رسما توبه اعلام کرده یا نه؟ اصلا و ابدا نه، اصلا. سهیل به خاطر رسانه‌ای شدن و این همه سر و صدایی که توی رسانه ها و مصاحبه‌ای که خانومش کرد و که شد، سهیل از اعدام نجات پیدا کرد. ابدا سهیل حتی زمانی هم که من تو زندان بودم ازش خواستن. بعدش بهش گفت دادن تو بیا یه مصاحبه کن، ابراز ندامت بکن، ما آزادت میکنیم. گفت من هیچ وقت هم چیکاری رو نمیکنم به هیچ عنوان. بارها و بارها این پیشنهاد رو به سهیل دادن، حتی جلوی خود من هم این پیشنهاد دادن. گفت سهیل با من هم چیکاری رو نمیکنم. من به خاطر عقیدم اینجا، من الان بیام بگم من اشتباه کردم مثل بعضی که رفتن حالا وادارشون کردن یا به هر دلیلی خودشون میدونن ابراز پشیمونی کردن، ولی بعد از این مصاحبه ها بازم اومدن ابراز پشیمونی از این مصاحبه هایی که کردن و من هیچ وقت هم چه کاری نمی کنم. نه، اصلا و ابدا سهیل ابراز پشیمونی نکرد. خود کاری نکرده که ابراز پشیمونی کنه. من نمیتونم به خاطر عقیدم از کسی عذرخواهی کنم. من اینو قبول دارم، سهیل منم همینه. و شما هم این کارش رو سپورت میکنیم با اینکه باعث شده که مایه افتخار منه به خاطری که با این بود دیگه چیزی از جون بالاتر برای هیچ موجودی مخصوصا انسان ارزش نداره. کسی که جونش رو گذاشته وسط میاد به خاطر مثلا چند سباست زندگی بیاد از حرف و عقیده خودش بگذره، نه، من افتخار میکنم بهش. من خودم هم زیر بار حرف زور نمیرم، قبول نمیکنم. حالا هر بلایی هم میخواد سرم بیاد برام مهم نیست. آیا شما فکر میکنین دنیا سهیل رو فراموش کرده؟ نه، و من خوشحالم که همه نه سهیل ها رو هم فراموش نکردن و باز هم تقاضا دارم، نه به عنوان یه مادری که بچهش اونجاست، تقاضا دارم هیچ کنوم از زندانیه، چه اونایی که بیگناه کشته شدن، چه کسایی که زندن و چه کسایی که در معرض کشته شدن هستن و همینجور ادامه داره،
هیچ کدوم رو فراموش نکنن. اینا به خاطر ما رفتن اونجا، اینا جون و جوونی و عمرشون همه چیشون رو به خاطر ما گذاشتن، نباید فراموششون کنیم. این وظیفه ماست. تنها کاری که از دست هر کس، هر انسانی برمیاد، چه تو ایران چه جای دیگه، اینا رو فراموش نکنن. ایرانی که خارج از کشورن، کسایی که دارن الان زندگی میکنن، مدیون این بچه ها هستیم. و بارها بارها گفتم، بازم میگم، نه به خاطر این که پای بچه منم وسطه، نه، فراموششون نکنیم، نباید فراموششون کنیم، این جنایته. شما فکر میکنین کارای ساحل تو آینده ایران تاثیر میذاره، خواهد گذاشت؟ اصلا کار تک تک این بچه ها تاثیر داده. ببینین داره کم کم این بچه ها رو بیدار میکنه، داره مردم. الان شما ببینین آبان ماهی ها چند سالشونه دیگه، نهایت باشه تا 25-6 سال. چرا سنهای بالا هم داریم، ولی اکثریت کسایی که دستگیر شدن چند سالشون بوده. این یعنی آگاهی، این یعنی که کارهای امثال سویل داره نتیجه میده، همه رو داره بیدار میکنه. اگه هم از همه چیشون گذشتن، خوشحالن که لاقل زحماتشون داره نتیجه میده. و همینی که پیرو همون حرفی که زدین، همیناست که از سهیل باعث میشه وحشت داشته باشن. چون سهیل باعث بیداره. سهیلی که من میگم به عنوان یه انسان نوعی دارم من اینو میگم، سهیل و امثال سهیل باعث شده که بچه های ما بیدار شن، مردم ما بیدار بشن با این همه جرم و جنایت. آیا از این که بیان دنبال خود شما نمیترسین؟ نه، برای چی باید بترسم آدم دیگه؟ اولا که کار خلافی نکردم، سرم بالایه. بعدش مگه من خونم از بقیه رنگین تره؟ یا من چه فرقی میکنم با مادرای دیگه؟ انقدر مادرها الان تو زندانن، چی شد؟ منم یکی مثل اونا؟ نه، برای چی باید بترسم؟ مثلا میخواد چه اتفاقی بیفته؟ الان ما هم توی زندان بزرگتر داریم زندگی میکنیم، یه کمی از اونا آزادتریم از لحاظ رفت آمد، ولی همونه، هیچ فرق نمی‌کنه. فقط زندانمون بزرگتره. برای من چه فرق می‌کنه اینجا باشم یا اونجا باشم؟ تازه میرم پیش هم عقیده های خودم، میرم پیش کسایی که حرف منو میفهمن، نه عده‌ای که دارم تو خیابون میبینم یا کسایی که میبینم خورده نمیگیرم. خب به هر حال هر کس برای خودش یه عقیده‌ای داره. ولی از بعضی از مردم واقعا گله‌مندم که دارن با این وضعیت اسفبار زندگی میکنن. واقعا زندگی واقعا عصبانیه، واقعا دردآوره. چرا این همه ظلمو میبینی ساکت میشینی؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا وقتی یکی داره علنا، یعنی من دقیقا اینطور براتون توصیف کنم، اگر من بیام جلو چشم شما جیبتون رو بزنم، دردش کمتر از اینه که اینجوری دارن از ما میزنن. متوجه منظورم میشین قشنگ؟ یعنی انقدر دارن علنا حق ما رو میخورن، علنا داره تو سرمون میزنن، علنا دارن ما رو کوچیک و تحقیر میکنن. چرا آخه نشستین چیکار؟ تا کی میخوایم این زندگی زالوبار ادامه بدیم؟ من مال این زندگی نیستم. نه، نمیتونم بشینم قبول کنم هر کی بیاد حق منو بخوره. برای من اصلا مهم نیست همین الان بیان در بزنن، با کمال میل من نظرم جلوتر میذارم. برام اصلا مهم نیست. تهدیدتون کردن تا حالا؟ خب از زمانی که از زندان اومدم یا قبلش؟ کلن که خب میدونم اگر من بعد از اینی که اومدم الان، خب من به طور موقت بیرونم، باز وثیقه بیرونم، و میدونم که به من گفتن که مثلا سر صدا نکن، دیگه مصاحبه نکن، حرف نزن. ولی نه، من نمیتونم ساکت بشینم پای جون همه بچه ها در میونه و تو این وضعیت خطرناک. یکی از حرفاتون شما عمل بکنیم بهش، چشمنم ساکت میشینم. اینجا بیکارم مگه؟ منم دلم میخواد مثل همه ایران، نه تنها من نوعی، مثل آدم زندگی کنم با حق طبیعی خودم. وقتی اون چیزی نیست که، اون زندگی نیست که من میخوام، برام فرق نمیکنه چه اینجا باشم چه اونجا، زندانم عوض میشه. همین الان اگه ساحل پیش شما بود، رشد فکری، رشد عقلی، به افتخار میکنم، دستتو میبوسم. میشه که یه بچه هم مادر پدرش رو بزرگ کنه؟ حتما نباید ما بزرگشون کنیم. این نیست که من یه بچه رو شیر خورد شیرش بدم، پوشکش رو عوض کنم، دارو بهش بدم، غذا بدم، بالا سرش بیدار بمونم تا این بچه رشد جسمی بکنه. و به سوال میگم دستتو میبوسم مامان، عاشقتم.
تو باعث شدی من بزرگ شم مامان، چشمم باز شه، خیلی چیزایی که نمیدونستم و ببینم. مدیونتم مامان، خیلی دوستت دارم. بله ببخشید. نه خواهش میکنم، ببخشید خانم مظلوم، برای خودتون چقدر خاک بریدن. فعلا معلوم نیست، دادگاهی ما بعد از برنامه کرونا فعلا چیزی به ما، دادگاه همه تعطیله به خاطر کرونا. هر چقدر به من که بوده میگفتن شاید 10 سال برات ببرن، نهایت با نمیدونم جلوی سوهل به من گفتن، گفتم برای مادرت چرا این کاری کردی مادرت اینجوری بشه و اصلا با این پادردش و که نمیتونه راه بره مادرتو انداختی تو زندان. گفتم به سوهل ربطی نداره، چیزی که عقیده خودمه، چیزی که خودم خواستم، پای تبعاتشم هستم، هر چی که بخواد باشه. نبگیم مقصر، ما جرمی نکردیم که بگیم مقصریم، ولی ربطی به سهیل نداره. گفت حالا 10 سال برای مامانت میبریم، نهایت مثلا 1/3 میشه 3 سال مامانت بعد تو زندان باشه. گفتم خب باش، برای مهم نیست، مثلا من ایمه خونم از بچم رنگین تره، یا من تو خونه بشینم که خیلی عوض میخوام خفه خون بگیرم که نرم زندان، برای مثلا مهم نیست. خب چرا خانواده اذیت میشن، دخترم، مادرم، خواهرم، ولی چیکار کنم دیگه، ما باید خود هزینه کنیم. من برام فرقی نمی کنم، خب آدم اذیت میشه تو زندان، اذیت میشه نمی بکنم. دوباره یه زنگ خورد، الان برمیگرد. ببخش من چه بگی اونجا دیگه گفتم، من حتی پای یه چی سوهل ببخش یه لحظه قطع شدین، دوباره برگشت. دوباره میخواین یه اگه میشه تکرار کنین، شرمنده. این تلفن من زنگ میزنه به خاطر این چیزی میشه. اشکال نداره، اشکال نداره، ببخش. نه نه چی رو بگم دوباره از جان؟ میتونم یه دقیقه به این تلفنم جواب بدم؟ اشکال بله، نداره بله، برم و بعد نه نه بفهم، خواهش بفهم. یه الان برمیگردم. شاهین جان، من امیدوارم شما از حرفایی که من میزنم شما ناراحت نشین، که من وقتی یه سری چیزایی میگم به شما درباره سوالا، شما خیلی سوالاتون خوبه و من خیلی ازتون ممنونم از کار شما. نه خواهش میکنم، امیدوارم یه موقع جسارتی چیزی نه نه خواهش میکنم امیدوارم نه نه خیلی ها توی لایف چت دارن میگن که من سهیل هستم. آه برگشت اون یکی خطم هی زنگ میخوره، چون جواب نمیدم میان روی این خط به خاطر اینه. درسته. نه اشکال نه، خواهش خواهش من دوباره سوال جواب بدم، خواهش میکنم. آرمین جان میگن توی لایف چت بچه ها همه مینویسن که من سهیل هستم، درسته آرمین جان؟ بله بله، خیلی ها توی لایف چت دارن میگن من سهیل هستم، خیلی ها بله. خیلی ها هستن که از شما هم دارن تشکر میکنن، از سوهل دارن تشکر میکنن. ما چه کار میتونیم بکنیم برای سوهل؟ شما دارین کار بزرگی انجام میدین و همینی که صدای سوهل میشین، همینی که خبرها رو براش کار میکنین و گفته هاش و عقاید سوهل رو منتشر میکنین، این خیلی کار بزرگیه و من مدیونتونم، واقعا مدیونتونم. ما مدیون شما هستیم، ما همه کاری که داریم میکنیم هیچ ریسکی برای ما نیست. ما جایی هستیم که آزادی بیان وجود داره، به راحتی حرفای خودمون رو میتونیم بزنیم، عقایدمون رو میتونیم بگیم. شما این که ما مدیون شماییم، شما این که دارین توی خط مقدم هستین، دارین حرفایی میزنین که با ریسک به خودتون، به ریسک به خانوادتون. یعنی من ما کاری نمی کنیم مثل به کاری که شما با سوهل رو نمی کنیم. اتفاقا بزرگترین کار رو رسانه ها و بچه هایی که دارن روی اخبار سوهل، و همین اتفاقا من هر وقت می خوندم این پیغام رو که می نوشتم من یک آتئیست هستم، من سوهل عربی هم، واقعا لذت می بردم. و وقتی بهش می گفتم مامان تنها نیستی، بچه ها همه حواس دارن، هیچ کدومتون تنها نیستین، نه تنها تو، همه تنها نیستین، بچه ها پشتتونن، مردم دوستتون دارن، برای تو صحبت میکنن و فراموشتون نمیکنن. برای یه زندانی فراموش شدن از مرگ بدتره. نه که فکر کنن مثلا، شما رو نمیگم، کلا مثلا
کسی که میره زندان برای اصغرکنی نیست یا برای اینی که مثلا مثل بعضی که میرن و کیس میخوان بگیرن، یه دو سه ماه شیش ماه میرن زندان بعد میان بیرون کیس میگیرن میرن خارج از کشور. خب من یه زندانی سیاسی هم نه، من یکی که هیچی. حتی سویلم اونجا بهش گفتن، گفتن اگر یعنی مثلا غیر مستقیم گفتن اگر آروم باشی ما آزادت میکنیم و حتی کمکت میکنیم از کشور خارج بشی. که سویل برگشت خب من ایرانو دوست دارم، من وطنمو دوست دارم، برای چی باید از ایران خارج بشم؟ نمیخوام برم. شما ایرانی هستیم و دوست داریم تو کشور، نمیخوام مثلا خدای نکرده مثلا شما رو سرزنش کنم. خب به خاطری که خطری بوده، حالا هر چی بوده، هر کی از هر عقیده‌ای داره به خودش مربوطه، ولی منظور میگم این همه دارن تلاش میکنن ما ایرانو خالی کنیم بدیم دست اینا. نه، ایرانی ما ایرانیم دوست داریم. شما من میدونم روحتون پرواز میکنه برگردین ایران، حالا به خاطر ملاحظاتی مجبورین اونجا باشین دیگه، علتشو خودتون میدونین. ولی منظور اینا حتی راضین که سویل از کشور خارج بشه، فقط دهنشو ببنده. نه، ما هیچ ولی... ما سویل هیچ وقت نمیذاریم سویل فراموش بشه، هیچ وقت. ما شهاب داره میپرسه که آیا به غیر از سهیل و علی رضا توی زندان کسای دیگه خدا و ناباورای دیگه هستن، آتیسای دیگه هستن؟ بلد دقیق نمیدونم، نه نمیشناسم، و شاید به خاطر ملاحظاتی اعلام نمی کنن، چون هر کسی نمیتونه اعلام کنه. مثل علی رضا تفلکی که خب کشته شد، و سهیل شاید نمیخوام بگم این دوتا فقط شجاعن، واقعا وقتی که علیرضا مرد هم که می‌بینم من واقعا هنوزم که هنوز اسمش میاد یا عکساشو می‌بینم جگرم کباب میشه. خیلی دوستش داشتم، خیلی بچه یه پوری بود با اینکه سنش کم بود، ولی نمیدونم، من دقیق نمیدونم که چی هست. شاید مثلا به خاطر ملاحظاتی نخوان اعلام کنن، نمیدونم، نه دقیق نمیشناسم. ما داریم خیلی خستتون میکنیم فکر کنم. من من یه سوال دیگه دارم. شاهین تو چند سوال دیگه داری؟ من سوالاتم تمام شده. من فقط من چون میدونم خیلی وقت شما رو گرفتیم. چقدر سهیل چقدر وقته که همسرش و دخترش رو ندیده؟ من یه نامه‌ای رو که سهیل برای دخترش نوشته بود و خیلی وقت پیش خونده بودم، اون خیلی اصلا قلب من رو شکوند. شما الان میدونین که کبریت فروش شو میگین؟ بله. دختر کبریت فروش؟ بله. بله. واقعا وحشتناک خیلی قشنگ بود. میگم یعنی از طور پر درد بود. پر... آخه چجوری دلتون میاد بگو؟ چجوری دلتون میاد؟ عشق پدر ازش گرفتی. سویل روژا رو میپرسته. دختر برای پدر یه چیز دیگه است. بچه هاشو دوست داره، ولی دختر، من خودم دختر بودم، خدا رحمت کنه رفتگاره، تو پدر من 46 سالش بود فوت کرد، وقتی مرد تمام دنیا به سرم خراب شد. هنوزم جای خالیش رو احساس میکنم، بهش نیاز دارم. چرا شما راضی میشین؟ آخرین بار سویل پارسال بهمن ما بود، دادگاه آخر تجدید نظرش بود که خودش و خانومش دستور رفته بودن برای تجدید نظر، و قاضی بابایی دستور داد که روژانو بیارن تو همون دادگاه پدرش رو ببینه. بعد از یک سال خوردهی که تو زندان تهران بزرگ بود، خب روژانو نمیتونستیم اونجا ببریم و مادرش هم اجازه نمیداد که حق داشت، چون اصلا محیطی نبود که ما بخوایم این بچه 10 ساله رو ببریم اونجا، یه دختر بچه رو با روح ظریفش. بعد اجازه داد که آوردن تو همون اتاق خود دادگاه، قاضی تو دادگاه نزدیک این چیزا رو می‌نویسه. دل سنگ کباب میشه، اینا چه دلی دارن؟ الو قطع شد؟ نه ما تمام سوالامون رو پرسیدیم، ولی اگه چیزی نپرسیدیم که می‌خواستیم که شما میگین می‌خواستین بگین، اگه حرف آخری دارین، اگه پیغام آخری دارین بگین که ما دیگه خسته کنیم. درخشید نز پایش میکنم. خیلی خوشحال شدیم با شما. قربونت برم، مرسی پسرم. پیغام مردم بازم ازشون میخوام، عاجزانه میخوام بچه ها رو فراموش نکنی، نه تنها سویلو، هیچ کدوم رو فراموش نکنی. بدونین که اینا دارن چه هزینه ای میدن،
جون و عمرشون رو گذاشتن به خاطر ما، به خاطر شماها، به خاطر که بچه های شما تو آزادی بزرگشن. سویل من سنی نداره، به همینطور بچه های دیگه، آبان ماهی و و و و هزاران هزار زندانی که تو زندان هست، زن و مرد و پیر و جوون، همگی به خاطر عقایدشون اونجا و به خاطر بهبود وضعیت مملکتمون، ایران عزیزمون اونجا. تو خدا فراموششون نکنی، صداشون باشین، بذارین صداشون به گوش دنیا برسه، بذارین ببینن که مردم ببینن ما چه ظلمی رو داریم تحمل میکنیم، بچه هامون دارن چجور عذاب میکشن. این خواهش منه، مثلا الان که با این وضعیت کرونا که اومده، صدای بچه های زندانی ها باشیم، فرقی هم نمی کنه، هر کی، اونا هم انسانن. حالا همینطور که میدونین هیچ کس از روزی که دنیا اومده گناهکار نبوده. این فقر و فلاکتی که مملکت ما رو گرفته باعث شده که خیلی به راه خلاف برن، حالا به هر دلیلی الان تو زندانن، دلیل برای این نمیشه که انسان نیستن و حق حیات ندارن. اونا هم حق حیات دارن، صداشون باشیم. بابا این بچه های ما که نمیتونن، الحمدلله مرزا که همه بسته شده، کسی نمیتونه از کشور خارج شه، کسی حتی نمیتونه دیگه خونش خارج شه. خب این برای شما که نمیتونین اینا رو جمع کنین، بفرستینشون خونه هاشون، بذارین با پدر مادرشون باشن، با خانواده. اگر قراره اتفاقی بیفته بذارین ما لااقل این دم آخری کنار هم باشیم، نه که داغشون رو به دل ما بذارین. من فقط همینو از مردمم هم همینو میخوام، این پیام منه. ما حتما این کارو میکنیم، ما همه پیغام شما رو همه جا سعی میکنیم پخش کنیم، هیچ وقت سوال فراموش نمیکنیم. ما اینو، این حرف های شما رو هم به انگلیسی، هم بچه هایی که تو لایف چت هستن، ترمه و بقیه اینا رو به انگلیسی ترجمه خواهند کرد، که ما هرچی بتونیم تمام سعیمونو میکنیم که هرچی بیشتر هم پیغام شما رو هم پیغام سوهیل رو به تعداد آدم بیشتری برسونیم. ما هرچی از دستمون برمیاد انجام میدیم. شما هم اگه هر موقع به نظرتون میاد، یعنی بعد از این برنامه هم حتما به ما بگین هر کاری، اگه فکر میکنیم ما کاری میتونیم بکنیم یا یه چیزی هست که باید بیشتر تبلیغ بکنیم که تعداد آدم بیشتر ببینن، اتفاقی افتاد برای سوال، حتما به ما حتما بگین. چشم، ممنونم عزیزم، خیلی زحمت کشیدین، خوشحالم کردین. ممنون از اینکه خواهش میکنم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، ممنون از اینکه واقعا به خاطر همه زحماتتون هم باید تشکر کنم و واقعا از صحبتاتون استفاده کردیم و واقعا ماها مدیون شما هستیم، مدیون شما سهیل عربی، امثال زندانی سیاسی مثل سهیل عربی به خاطر واقعا زحماتی که به خاطر آزادی میکشن. در واقع این بچه ها کسایی هستن که سکوت نکردن و واقعا ما از همه شما و همه زندانی سیاسی واقعا ممنونیم. و این کشورهایی که آزادی بیان دارن و حقوق مردم رعایت میشه، این کشورهای دیگه فقط به اینجا رسیدن به خاطر سهیل هایی که اونا داشتن. بله. و اگه ایران هم یه روزی به جایی برسه که هر کسی بتونه با عقاید خودش راحت زندگی کنه و نه لازم نباشه مخفیش بکنه، همه اون آدما مدیون سهیل های ایران خواهند بود. ممنونم عزیزم، امیدوارم که نتیجه بده، لااقل مردم بتونن عقیدهشون رو بگن، حالا هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد. ممنون از شما، خیلی زحمت کشیدید، خیلی لطف کردید، ممنون از وقتتون. اگر کاری ندارین ما از حضورتون مرخص بشیم. ازتون بشم، خیلی مراقب باشین، امیدوارم که این مرض همه دور باشه، از این بحران هم همگی سر بلند کنیم، سالم بیان بیرون بچه هامون. خیلی ممنونم، لطف کردیم. زنده باشید، روز شبتون خوش. تشکر کنیم، قربونتون برم. زنده باشید، روز شبتون خوش. روزتون خوش. قربونتون، خدا حافظتون.